و آخرین خبر این که نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی طی روزهای پنج شنبه 24 و جمعه 25 ذی‌الحجه سال 1444 برگزار شد. در این دو نشست همچون روزهای گذشته ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در جلسه علمی روز پنج شنبه فرمودند یکی از زیارتهای امام حسین علیه السلام که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه فرمودند که این از صحیح ترین زیارت امام حسین است، در آن زیارت دارد که خدای عزوجل هرچه اراده کند از راه شما انجام می دهد. ایشان در ادامه فرمودند یعنی هیچ اشکالی ندارد که آدم از خدای عزوجل حاجت بخواهد یا از امام حسین علیه السلام حاجت بخواهد، چون خدای عزوجل تمام قدرت ها را در اختیار آنها قرار داده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از زیارت های امام حسین علیه السلام که شیخ صدوق رضوان الله علیه فرموده این صحیح ترین زیارات امام حسین، اصح زیاراته روایتا، در اون زیارت داره ارادت الرب فی مقادیر اموری تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، یعنی خدای عز و جل هر چی اراده کنه از راه شما انجام میده. تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، نه هیچ اشکال نداره. آدم از خدای عز و جل حاجت بخواد یا از امام حسین علیه السلام حاجت بخواد، خدای عز و جل تمام قدرت ها را در اختیار اونها قرار داده، اشکال نداره. سایر موارد فقهی مطرح شده در نشست‌های علمی این دو روز توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: شرح آیه 51 سوره شورا، احکام خمس بعد از معونه، ارتباط با جن در دوران حضرت سلیمان، جواز شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین در تشهد، معنای مواجهه با خدا بدون رؤیت، دلیل عصمت و عصبه بودن معصومین، شرح مراتب علمی و تقوای مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، سبب احتیاط وجوبی فقها، موارد وجوب زکات و خمس اموال، احکام خمس در هبه، احکام مربوط به یتیم و احکام تشبه مرد به زن و زن به مرد از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی این دو روز توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می‌شود و شما می‌توانید ساعت 11:15 دقیقه به وقت محلی به صورت مستقیم از طریق شبکه امام حسین علیه السلام بر ماهواره 100 فرکانس 12073 بیننده نشست علمی باشید.